اعضای خانواده کودکی که روز گذشته از سوی دو تن بعد از تجاوز به قتل رسیده است، خواهان عدالت شدند. این در حالی است که روز گذشته نیروهای امنیتی دو تن را به ضمن تجاوز و قتل یک کودک 8 ساله بازداشت کردند. غلام احمد، یک تن از بستگان این کودک، به تلویزیون چکات گفته است که اگر دولت عدالت را در خصوص مجازات مسنونین اجرا نکند، اعتراض خواهند کرد. ما خواست دولت ما ای است که عدالت باید بشه و که عدالت نشه و ما دولت نصد تظاهرات میکنم، بعد برزد دولت تظاهرات میکنم، الان برزد دولت ما نیستیم، ما کوشش میکنم که عدالت پیاده شه و قانون پیاده شه و اشد مجازات محکوم شه و اقرار است. خود جنایی رفته نفرا را از این نفرا پیدا کرده، دو نفر پیدا کرده دیگه عملین هم پوشت شاید دشته بشه، او کار جنایی است که جنایی تحقیق کنه که دیگه عملین هم داره پوشت یا نداره. چند پیش یک کودک 8 ساله از ولسوالی انجیل ولایت هرات از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود، اما حالا مسئولان در فرماندهی پلیس هرات میگویند که این کودک به گونه فجیع در شمال شیدایی به قتل رسیده است. سید احمد محمدی، سرپرست آمریت مطبوعات پلیس هرات، میگوید که دو تن را به ضمن قتل این کودک بازداشت کردند. روز گذشته به پلیس جنایی ما اطلاع رسید که یک طفل حدوداً 8 ساله از چند روز به این سو مفقوده. پلیس کار خود آغاز کرد و با همکاری مردم و وکلای گذر و اربابای قریجات مختلف ولسوالی انجیل بالاخره موفق شدند تا این طفل را ردیابی بکنند که متاسفانه در کوههای شمال شفاخانه اطفال و یا شمال شیدایی به طرز فجیعی توسط کارت سر بریده شده بود. پلیس با شواهد و مدارکی که به دست آوردن موفق شدند که دو جوان 18 ساله و 20 ساله را به ارتباط دستگیر بکنند. جسد این کودک روز گذشته پس از کشف از سوی نیروهای امنیتی برای تحقیقات بیشتر به طب عدلی هرات فرستاده شد. مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات گفتند که در تحقیقات طب عدلی مشخص شده است که این کودک نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، سپس به قتل رسیده است. روز گذشته جسد یک طفل حدوداً 8 ساله از مربوطات سایه شیدایی از ساحات کوهستانی شیدایی به شفاخانه عضوی هرات منتقل شده توسط نیروهای امنیتی. مساس مشاهدات ابتدایی که صورت گرفته، این فرد ابتدا طفل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعدا هم در اثر ایجاد یک جرحی بسیار وسیع که اقدام به سر بریدن طفل کرده بودن و اشخاص، متاسفانه که قضیه اتفاق افتاده و در محل بیدار جان باخته و بعدا جسد بی جان طفل به شفاخانه با خاطر تحقیقات بیشتر انتقال داده شده. این طفل تثبیت هویت شده به نام محب الله، فرزند جمال احمد، ساکن ولایت هرات. چند پیش والی هرات در یک کنفرانس خبری گفته بود که آدم ربایان از ولایات همجوار به این ولایت می آیند. این رویداد در حالی صورت می گیرد که آمار آدم ربایی از چند به این سو در ولایت هرات کاهش یافته است.